برای بحث بیشتر در این مورد آقای طارق فرهادی پژوهشگر روی خط اسکایپ با ما وصل هستند و در پیوند به این مورد با ایشان به بحث خواهیم پرداخت. آقای فرهادی خوش آمدید به برنامه. سلام و احترام به شما و به بینندگان عزیز. تشکر. از اینجا آغاز میکنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تازه ترین کنفرانس خبریش تاکید کردند، گفتند که وزیران خارجه وزارت دفاع و خارجه آمریکا البته به اوکراین سفر میکنند همزمان با تشدید جنگ در این کشور. این سفر تنوز گرچه تایید نشده از سوی پنتاگون یا هم از سوی کاخ سفید، چی پیامد میتونه داشته باشه در این یک مقطع بسیار حساس؟ بله، خوب ببینیم که 10 روز میشه که خانم واندرلین و آقای بورل مسئولین بلند رتبه اروپا در اونجا رفتن و حتی رفتن شهر بوچه را دیدار کردن. بعد از او بوریس جانسن نخست وزیر انگلستان اونجا رفت و دیروز صدر اعظم اسپانیا و صدر اعظم دنمارک هم اونجا رفته بود به دیدن زلنسکی. در حقیقت آل خروسو از کیف برآمدن و طرف شرق رفتن. کیف دیگر مورد حمله چندان قرار نمیگیره و مسئولین مختلف جهانی اونجا سفر میکنن به خاطر که چون کمک هنگفت وعده میکنن با اوکراین، از نگاه سیاسی هم خود باید در روی پولی زلنسکی نشان بدن. ای که سفر آنتونی بلینکن و لوید آستن هنوز اعلان نشده، مثل در افغانستان وقتی که سفر میکردن هیچ وقت پیش از اعلان نمیکردن، بعضی وقت در نیمه شب میامدن و دلایل امنیتی است. اما در حقیقت امریکا اولین کشوری نیست که مامورین بلند رتبه خود در اونجا روان میکنه. خب اگر قرار باشه که این سفر بکنه، از دید شما چی تأثیر میتونه بر وضعیت جنگ در اوکراین داشته باشه؟ این رفتن از اینا تقریبا نیست که جنگ روسیه باخت، اینطور یک معنا میتونه و جنگ روسیه باخته در حقیقت به این سبب باخته که اوکراین کیو گرفته نتونست و اوکراین گرفته نتونست و آل روسیه تنها به مو ماریوپول و کریمیا که بود درش و لوهانسک و اونجا را میگیره و در اونجا رفراندوم براه مندازه. مردم پاسپورت روسی داره که اونا کسانی که رای بتن پاسپورت روسی دارن و میگن ما همراه روسیه یک جای میشیم، یا ایست که میگن که ما یک جمهوریت مستقل میخواییم شویم. و در حقیقت روسیه از پایگاه ذروی چرنوبیل هم خارج شده. اینطور فهمیده میشه که روسیه میخواه که فقط امو شرق اوکراین بگیره و باقیش به می شکل بانه، اما سر اوکراین یک فشار داشته باشه تا که حکومتش یک حکومت بهترف باشه. شما در رابطه با رفراندوم گفتین که روسیه تلاش داره که پس از اشغال برخی از مناطق همه پرسی را راه اندازی بکنه. خب فرض بکنیم جنگ پایان یافت، آیا این همه پرسی یک مشروعیت قانونی می داشته باشه یا خیر؟ این همینجاست که باز دو جهان دو قطبی میشه. روسا و اینا میگن که شما اگر به دموکراسی عقیده دارین، اینجا یک رفراندوم شد، دموکراسی بود، هر کس آمد رای داد و به هر رقمی که این رای به دست بیارن، مثل که در افغانستان دموکراسی بود و به اساس از این دموکراسی چیزایی است که این مردم گفتن و باید همینطور شود. و باز جهان غرب میگه که نه، این انتخابات ساختگی بود، سر مردم فشار آوردین، از توپ و تانک استفاده کردین، سر مردم فشار آوردین و به این شکل شما این رفراندوم گرفتین و این رفراندوم قابل قبول نیست. این یک چیز میمونه که در حقیقت تصفیهش شاید سالها بگیره. اما فکر میشه که امی حمله روسیه به اوکراین به روسیه یک ضربت بسیار کلان زده، به خاطر که تقریبا میگن که بین 12 تا 20 هزار عسکرش کشته شده، 10 جنرالش کشته شده و خود پوتین هم که سنش زیاد است در حقیقت
بسیاری دوستایش و همکارایش که زیادتر در بزنس و پیسه بودن و اونا در اروپا هم بسیار سرمایه‌گذاری داشتن فعلا خود خاموش گرفتن، اما از پیش پوتین خوش نیستند که در این وقت آخر چرا تیر یک کار کرد. در حقیقت در داخل روسیه تمام رسانه ها تمام چیز دیگه شکل جلوه میتن و در اونجا امکان داره که پوتین محبوب باشه در داخل روسیه، اما همکاران روسیه که خود روسا هستن و اینا از وزارت دفاعش، از امنیتش، از همکاران که بسیار پول هنگفت داشتن، میلیاردرهایش، اونا از پوتین خوش نیستن و در حقیقت شاید پوتین اینجا قمار کلان زده و امی 30 ساله که بعد از پاشان شدن شوروی روسیه پس خود ابراز کرد در جهان و یک عضو فعال شورای امنیت ملی ملل متحد هم هست، شورای امنیت ملل متحد هم هست، ببخشین، همه این رزت به هیچ برابر کرد پوتین. حالا نگرانی های دیگری هم وجود داره. تا اکنونی که ما شما با هم صحبت میکنیم، روزانی هنوز به خاطر از بحر پایان بخشن و جنگ وجود داره، گفتگاه شکننده هر از گاه میان طرفین درگیر صورت میگیره. ولادیمیر زلنسکی با تازگی گفته است در صورتی که همه پرسی آغاز شوه از سوی روسیه، گفتگاه های صلح را توقف میده. از دید شما اگر این گفتگاه های صلح توقف یابه، آیا بدیل به خاطر پایان بخشن جنگ وجود داره؟ خب فعلا این گفتگوهای صلح هیچ پیشرفت نکرده. در حقیقت گفتگوهای صلح از اینا مثل همی گفتگوهای دوحه ما شما که دو سال دوام کرد هیچ نتیجه نداد. اینجا هم در این دو ماه نمایندگان زلنسکی و حتی وزیران خارجشان در ترکیه دیدن، در بلاروس دیدن، بارها با هم دیگر دیدن و بالاخره از اتاق خارج شدن و گفتن که نه، پیشرفت نکردیم. این رقم گفتگوها اگر باشم چی فایده؟ در حقیقت این جنگ زور تفنگ میبره و زور تفنگ روسی در شرق اوکراین این جایه را که اینا میگیرن، بعد از او باز یک آرایش میتن. آرایشش هم رفراندوم دموکراتیک است که میکنن که ایر اوکراین و باقی دنیا قبول کنه یا نکنه پیش روسیه اونم اعتبار داره. و در این حال باقی دنیا از این جنگ خسته شده. این جنگ میتونه که سالها دوام کنه، مثل که در بالکان جنگ سالها دوام کرد، باز فراموش دنیا شد در حقیقت. و باقی دنیا از این جنگ از نگاه اقتصادی بسیار خسته شده و یک حصه دنیا است که در این جنگ بیخی بی‌طرف است، مثلا چین که خودا به طرف نشان میده، کمی طرف روسیه است، هند که در حقیقت خود طرف امریکا هم نشان نمیده، خود طرف روسیه هم نشان نمیده، اما با روسیه روابط خوب نگاه کرده و با امریکا هم روابط خوب نگاه کرده، و برازیل و کشورهای خلیج، شما متوجه باشین که عربستان سعودی یا امارات، اینا اوتور یک جانب بسیار محکم به طرف زلنسکی نگرفتن و عمق گفتن که حمله روسیه یک حمله است بس خلاص. و ترکیه یگانه کشور اسلامی است که در حقیقت گفت که حمله روسیه یک حمله است از بر حریم اوکراین. او دلیلش است که ترکیه هم عضو ناتو است، اما دیگر کشورهایی که در نیم جنوب زمین هستن اینا اونقدر شدید به ضد روسیه صدا بالا نکردن. حالا که شما به مسائل گفتگوی صلح پرداختین، گفتین که پیشروی های وجود نداشته، مشکل در کجای کار بوده که با وجود از اینکه مقام های بسیار بلند پایه تا سطح وزرای خارجه با هم نشستن و تا اینکه به یک توافق برسن اما نرسیدن، مشکل در کجای کار وجود داره؟ روسیه خود قوی میدانه در این جنگ و لاوروف وقتی که در استانبول، در انتالیا فکر میکنم، در انتالیا یک مذاکره داشت با وزیر خارجه اوکراین، در حقیقت انتظار داشت که اونا تسلیمی بتن اقلا شرق اوکراین، اما اونا تسلیمی ندادن. لاوروف هم پس رفت و بعد از او چی شد؟ بعد از او قوای روسی زیادتر خود در شرق اوکراین، تقریبا جنوب اوکراین،
مصروف ساخت و فشار بسیار زیاد سر شهر بندر ماریوپول انداختن و ماریوپول تقریبا گرفتن، بسیار خشونت کردن در اونجا، مردم را کشتن، مثل که در بوچه در حومه کیف اینا بسیار زیاد خشونت کردن، سر خانما تجاوز کردن، سر خانما در مقابل اطفالشان تجاوز کردن، شوهرانشان کشتن تجاوز کردن، در ماریوپول سر خانما تجاوز کردن و خانما حتی در اینجا نوشته شده که در قرص میگرفتن که حامله نشن وقتی که تجاوز میشن که در بطنشان طفل روسی پیدا نشه چند وقت بعد. یعنی بسیار روسیه در حالی که ما ایره یک جنگ بین روسیه و اوکراین میبینیم، اما خشونت های به حد و اندازه کردن در اوکراین که این در حقیقت فراموش تاریخ جهان نمیشه. همزمان با سفرهای مقام های بلند پایه کشورهای غربی و ویژه اروپا، حالا انتونی گوتریش هم قرار است به تاریخ 26 به نخست به مسکو و بعدشان به کیف سفر بکنه. خب سفر این مقام بلند پایه دبیر کل سازمان ملل چه تأثیر میتونه بر توقف جنگ داشته باشه؟ بله، روز شنبه انتونی گوتریش میره، پوتین هم میبینه، بعد از او باز میره زلنسکی رو میبینه و در حقیقت ملل متحد سرمونچیش یک بیدندان است در این مسئله، چیزی نداره، به خاطر که قدرت ملل متحد از اعضایش میاد و خود شورای امنیت در اینجا چین و روسیه حق فیتو دارن و سرمنشی ملل متحد باید است که متوجه باشد که چین و روسیه در حقیقت از سلقه خارج نشن، باید همه گیره خوش نگاه کنه. پس سرمنشی ملل متحد گوتریش در این مجلس با پوتین دوباره بله سر صلح تاکید میکنه، از اول سر صلح تاکید کردن، اما حرف ملل متحد در اینجا کس گوش نمیکنه و در عین حال بله همین نقص مسائل حقوق بشری را برش میگه، به خاطر که اگر نگویه باز اعضای غربی شورای امنیت شکایتشان بالا میشه و شاید که مذاکره کنه که در شرق اوکراین و در ماریوپول اینجا غیر نظامی ها بتانند که با صلیب سرخ یا اینا از منطقه خارج شوند. یکی از مسائل دیگه که در اینجا شده که روس‌ها یک هزاران نفر بردن به روسیه و اینا را مهاجر ساختن و در برای شما این را من ذکر کنم که 42 سال پیش وقتی که روسیه در افغانستان هم آمده بود، بعضی از کسایی که مفقود شده بود در اون وقت یک آوازه شده بود که اینا را روسیه برده در سایبیریا و ما دیگه احوال از اونا را نداشتیم. ایره برتان میگم بخاطر که یکی از هم سنفی های ما از هم وقت دیگر هیچ احوالش نیست که اینا رفتن و اینها باز هم روسیه در اینجا در اوکراین همون متد قبلی کارهای استالینی را در قد در اینجا اجرا کرده که یک تعداد کسا را برده به طرف روسیه و اینا شاید هیچ وقت پس دوباره به اوکراین نبرند و مفقود شوند. یعنی پایمال کردن حقوق بشر در اینجا توسط روسیه به صورت خشنترینش صورت گرفته. آقای فرهدی، من تا جایی که از درک کردم از گفته‌های شما، یکی سفر دبیر کل سازمان ملل ممکن بسیار اثرگذار نباشه، پس زمانی که یک منبع بسیار معتبر جهانی نتونه که ممد واقع بشه به خاطر پایان بخشیدن به جنگ، پس کی میتونه جنگ در نهایت توقف بده و پایان بخشه؟ این جنگ یک برنده نظامی و یک بازنده نظامی خواهد داشت. اینطور معلوم میشه که روسیه تصمیم گرفته که در شرق و ماریوپول اینجا برنده نظامی باشه و باز در وقتی که تصمیم گرفت خودش بگه که ما به مقاصد خود رسیدیم و جنگ تمام شد و غرب و اوکراین به جز سلاح دیگه چیزی کمک نمیکنه، سلاح و پول. و خود رئیس جمهوری اوکراین گفته به کشورهای غربی که من ماه 7 میلیارد دلار کار دارم برای بودجه خود،
ماه 7 میلیارد دلار، در افغانستان سال 4 تا 8 میلیارد دلار با کمک نظامی میامد. این ماه 7 میلیارد ایره کس طاقت نداره که برای اینا کمک کنه. حتی غرب هم به گوشش یک وقت خواد گفتن که برادر یک کار پیدا کو، یک راه پیدا کو که اینجا جنگ خلاص شد، به خاطر که کسی دیگه نمیتونه که جنگ ادامه بده. آقای طارق فرهادی پژوهشگر، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.